از بیکاری حرف زدیم در ایران، حالا می‌خوایم به وضعیت بیکاری در آمریکا نگاهی بیاندازیم. اقتصاد آمریکا هنوز در بحران قرار داره، اما نشانه‌هایی از بهبودی هم در اون مشاهده شده. در حالی که دولت بسیاری از مخارج خودش رو کاهش داده، میزان استخدام در ماه آوریل از اونچه انتظار می‌رفته بالاتر رفته. دولت هم میزان مشاغل در ماه‌های فوریه و مارس رو بیشتر از میزان تخمین زده شده گزارش داده. در نتیجه میزان بیکاری در آمریکا به نرخ 7.5% کاهش پیدا کرده که اگه بخوایم مقایسه کنیم پایین ترین میزان از سال 2008 تا به امروزه. در ماه آوریل کارآفرینان آمریکا 165,000 شغل ایجاد کردند که از میزان مورد انتظار فراتر رفته و به سرمایه گذاران کشور قوت قلب داده است. قیمت سهام در وال استریت بالا رفته است و شاخص سهام داو جونز نیز به بالاترین سطح در چند سال اخیر نزدیک شده است. علاوه بر این، اداره کار نیز طی دو ماه اخیر 114,000 مورد اشتغال را به فهرست خود افزوده است. افزایش اشتغال در ماه آوریل در تمام زمینه‌های کاری صورت گرفت، به جز بخش تولید که تفاوتی نکرده است. آنتا مارکوسکا، اقتصاددان آمریکا، میگوید افزایش اشتغال حتی میتوانست بهتر باشد اگر به دلیل کاهش بودجه و ضرورت کاهش هزینه ها دولت فدرال تعدادی از کارکنان خود را به طور مرتب اخراج نمیکرد. با فاصله گرفتن از محدودیت های اعمال شده در دولت، در سال مالی 2013 رشد مشاغل در بخش های خصوصی بیشتر خواهد شد و اقتصاد را بهتر خواهد کرد. همین الان هم میشه رشد مثبتی رو در این بخش ها مشاهده کرد. قیمت خانه ها رو به افزایشه که خودش تغییری عمده نسبت به چند سال گذشته است. بر اساس گزارشی که سازمان ملی اقتصاد کار منتشر کرده است، نه تنها صاحبان خانه احساس بهتری نسبت به سرمایه گذاری خود دارند، بلکه 40% کارفرماها نیز تصمیم به توسعه کسب و کار خود در سال جاری گرفتند. کن سیمون، مدیر این سازمان، میگوید فکر میکنم طی چند ماه آینده شاهد توسعه اقتصادی آمریکا باشیم. برای مثال، بخش ساختمانسازی اولین بخشی بود که دچار رکود شد و آخر از همه از رکود بیرون میاد و ما الان میبینیم این بخش در حال رشده. گزارش مشاغل آمریکا با گزارش‌های به دست آمده از اروپا بسیار تفاوت داشته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد میزان رشد اقتصادی 17 کشور اتحادیه که از پول واحد یورو استفاده می‌کنند در سال جاری تا 0.5% کاهش یابد و میزان بیکاری در سرتاسر اتحادیه به 12.2% برسد. انتظار می‌رود میزان بیکاری در کشورهای چون یونان و اسپانیا که بدهکاری زیادی دارند به 27% برسد. مریم قرنی، صدای آمریکا.